بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عزیز بهر دین مصطفی فکر کنیم، ای عزیز بهر دین مصطفی فکر کنیم، بهر وضع مسلمین بینوا فکر کنیم، بهر وضع مسلمین بینوا فکر کنیم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: فأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأيضا قال الله تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغ إلينا كلمة التوحيد بالحق واليقين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاهدين والشاكرين. حضار محترم، حاضرين نهاية قران قدر، سواب جوياني بارقائي إلهي، بزرگان، معززين، همه و همه، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خدا را سپاسگزار هستم که بار دیگر با مرور یک هفته دیگر در خدمت شما سروران و عزیزان و بزرگواران قرار دارم. اینک لحظات با شما تا فرارسیدن وقت معینه ادای نماز مکتوبه یا نماز فرض، مفاهیم راجع به سیرت والای پیامبر اسلام علیه الصلوات و تسلیمات را با شما شریک خواهم ساخت. عزیزای محترم، چون ماه ربیع الاول است و ماه نور و رحمت است و ماه ولادت سرور دو عالم سردار جهانیان علیه الصلوات و تسلیمات است، پس بناهن جمعات این ماه را به همی سیره این شخصیت بزرگوار و خلاصه کائنات اختصاص دادیم. ما و شما دوران کودکی پیامبر، شیرخوارگی پیامبر، ماجرای شق صدر و رفتن به سفر شام در 12 سالگی، دیدن بحیرای راهب و برگشتن از اوجا باز به مکه معظمه، این مسائل را دنبال کردیم و تعقیب کردیم تا هنوز به بعثت پیامبر نرسیدیم. راجع به کسب کار پیامبر صلی الله علیه و سلم، طبقی که علمای سیرت نوشته کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم در آوان جوانیشان شبانی کرده بود، یعنی چوپانی،
و حضرت امام بخاری رحمت الله علیه باب مستقل دارن، باب اجاره علی قراریت، رعی الغنم، اجاره رعی الغنم، غنم علی قراریت. این باب اجاره به خاطر چراندن گوسفندان در برابر چند قیرات، قراری جمع قیرات که او قیرات حتی دینار پوره نمیکنه، نه چندم حصه از دینار است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر ای که از یک طرف ابو طالب کاکایش، اون هم عائله دار بود و خرچ این هم بالای او، با او کمک کرده باشد، ولی چند وقت امی چوپانی را در گردن گرفته بود، ولی بعدها از او منصرف شده، روی به تجارت آورده. علمای سیرت میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم مانند مکیان و قریشیان دیگر روی به تجارت آورد. قریشیان اغلبا و اکثرا مردمان تجارت پیشه بودند. نبی علیه السلام هم به همین کسب توجه کرد. وی شریک داشت به نام صایب ابن ابی صایب مخزومی. شریکش چه طور آدم بود؟ آدمی بسیار پسندیده، دارای کرکتر و اخلاق بسیار عالی. در رابطه به صفت این شریک نوشته کردند که نه پیامبر علیه السلام را گول میزد، نه فریب میداد، نه با اون مجادله میکرد، بلکه همیش از راه واقعیت و حقیقت پیش میره. حتی روز فتح مکه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فاتحانه، شجاعانه، سربلند و با عزت از شهری که دیروز مردمان به مثل عمالقه بیرونش کرده بودند، امروز با سپاه 10,000 نفری وارد مکه معظمه میشه. یک قشون و ارتش منظم، هیچ کس نیست که در برابرش جبین ترش بکنه و یا خم ابرو بکشه. در همین زمان با همین قدرت و با همین قوت که وارد مکه معظمه میشه، ای زمان هم که صایب ابن ابی صایب میبینه، میگه که خوش آمدی برادرم و شریکم، شریک تجارتی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود همین شخص. و از جمله صفات برجسته شمی بود که با پیامبر علیه السلام چال و نیرنگ نمیزد. روی هم رفته پیامبر صلی الله علیه و سلم مانند یک نور، زمانی که تلالو و درخشش میکند، اطراف و ما حول خود را روشن میسازد. پیامبر با متانتی که داشت، اخلاق حمیده‌ای که داشت، در مکه معظمه روز تا روز اوصافش، سجایای پسندیدهش، اخلاقش چیره میشد و روز تا روز بر دهن مردم میافتید، تا اینکه لقب امین را به خود گرفت. و از این اوصاف شخصی به نام خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها با خبر میشه. خدیجه کی بود؟ خدیجه از قبیله بنی مضر
یک زنی متمول سرمایه‌دار صاحب نسب و حسب و مقام و ثروت، اما بیوه، شوهرش سالهای قبل مرده بود، 40 سال داشت. اون هم بمانند مردمان قریش تجارت پیشه بود، مردمان بزرگ را اجیر می کرد، در تجارت خود شریک می ساخت، رهسپار شام می کرد و زمانی که می آمد باز فواید مال خود را با او نصف می کرد، یا با هر چیزی که جور آمد می بود با همون قسم رفتار می کرد. یک زن سرمایه دار و بسیار با نسب و با حسب و با مقام، تمام سران مکه، مردمان تجارت پیشه، مردمان با قدرت و با شمشیر، مردمانی که صاحب خدم و حشم بودند، بار بار پیشنهاد ازدواج با خدیجه کردند، اما خدیجه عطف توجه نکرد، در برابرشان کرنش نکرد، از ایشان اطاعت نکرد، بلکه دست رد به سینه ایشان زد. اما زمانی که صفت اخلاق پیامبر، شمایل زیبای پیامبر خدا علیه الصلوات و تسلیمات را میشنوه، اخلاق سرشارشان قبل از نبوت، امانت، دیانت، صداقت، اخلاص، شجاعت، راستی، ایثارگری و امثالهم، اینجاست خدیجه پیامبر خدا را طلب میکنه، میگه تو به تجارت میل داری و کم کم تجارت هم میکنی، ما برای تو پیشنهاد میکنم به مال تجاره ما به شام برو، هر کسی دیگری را که چیزی میدادم به تو بیشتر میدم، دو چندش هم میدم. پیامبر علیه السلام با کسب اجازه از کاکایشان ابو طالب با این سفر موافقت میکنه. در این زمان سن پیامبر صلی الله علیه و سلم 25 سال است. 25 سالمین سالشان بعد از ولادت، موافقت میکنه. زمانی که خدیجه یک زنی ثروتمند، کیس، هوشیار و زیرک، عادی نمی باشه، مال تجاره خود که روان میکنه، همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم غلامی دارن به نام میسره، به نام میسره این هم همراهش روان میکنه، به طور نظاره، به طور هر چیزی که باشه. ولی میسره چیزهای از پیامبر صلی الله علیه و سلم دید که حتی خود پیامبر متوجه نمیشد. در بعضی کتب و سیره ها نوشته کرده که میسره میدید زمانی که گرمای آفتاب میشه در طول سفر راه مکه تا شام، دو تا مرغ سفید بسیار بزرگ می آیند بالای راست سر پیامبر خدا صلی الله علیه، چتر میزنند و در پیامبر در زیر سایه بال اونها حرکت میکنه و میره، اما هیچی نمیگه. میسره هم غلام خدیجه است، انسان بسیار لایق و هوشیار، صداقت و راستی را که میبینه، ادام امانتداری را که در این مال تجاره محمد امین علیه الصلوات و تسلیمات که تا هنوز پیامبر نشده، پس که بر میگرده می آیه. در اینجا میسره تمام ماجرا را به خدیجه میگه، میگه این شخص یک انسان عادی و نرمال نیست، یعنی سطح بینش و فکر و منطق و درایت و صداقت و اخلاصش از انسانها بالاتر است، از طور عادی بالاست، یک انسان فوق العاده است. خدیجه گم شده خود را پیدا کرد، در این زمان است که می خواهد با پیامبر خدا پیشنهاد ازدواج بکند.
اما چی تو؟ کسی که سران مکه را رد میکرد، مردمان متمول و سرمایدار و شمشیردارا و صاحب خدم و حشم رد میکرد، اما امروز به پای کسی که اصلا مالی نداره و همچنان از نظر فیزیکی که او مردم زور و شمشیر و خدم و حشم داشتن نداره، اما اخلاق سرشار پیامبر، اخلاص سرشار پیامبر و معنویت هایی که از نبی معظم اسلام صادر شده بود، خدیجه را در قید خود میگیره. خدیجه یک همراز داشت به نام نفیسه. این راز را با نفیسه در میان میگذاره. میگه من میخواهم با محمد ازدواج کنم، پیشنهاد ازدواج کنم، که آیا میپذیره یا نه؟ اگر بپذیره میخوام ازدواج کنم. نفیسه گفتی رو من برات معلوم میکنم، چون قبل از بعثت پیامبر بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم، نفیسه رفت که پیامبر صلی الله در حالتی یک خانگه که از پدر برش رسیده بود، او را کاغل میگه، در حال کاغل کردن خانه خود بود، دروازه و کلکی و می چیزهای خود جمع جور داشت، به یک اتاقه که داشت او را سر و سامان میداد. رفت نفیسه امرایش هم صحبت شد. در او وقت شریعت و حجاب و دین و مسائل ممانعت های اجتماعی که به اصطلاح مرتبه کمال انسانی وجود نداشت و هنوز پیامبر نشده و سن 25 سالش است، نفیسه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم صدا گفت محمد چرا ازدواج نمی کنی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت کسی مرا شوهر نمی کنه چون مالی ندارم، مال و متاعی ندارم. به یک نوع مزاح وارد فکر کرد که مزاح میکنه. نفیسه گفت کسی پیدا میشه تو را بدون مال قبول کنه، اخلاق تو، شایستگی تو، درایت و کفاءت و شخصیت تو بس خودش سرمایه است. و چنین کسی پیدا نمیشه. اگر پیدا شود، اگر پیدا شود من موافق است. گفت حاضر هستی با خدیجه عروسی کنی؟ اشکال ندار. خلاصه رضایت از جناب نبی علیه الصلاه و السلام به دست آورد و نفیسه رفت. این پیام بسیار پر افتخاره به خدیجه رضی الله تعالی عنها گفت. گپ از بین این دو به دو قبیله رفت، کاکاهای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از قبیله بنی هاشم و کاکاهای خدیجه از قبیله بنی مضر جمع میشوند. خلاصه این پیوند و این وصلت را یک جا میکنند و آغاز و انجامشه تقریبا دو ماه بعد به قول بعضی از علمای سیرت ای کار به پایه اتمام میرسه، یعنی دو ماه بعد ازدواج با خدیجه سرانجام میشه. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها زمانی که آغوش پیامبر علیه الصلوات و تسلیمات یافت، دیگر سرمایه را تسلیم پیامبر صلی الله علیه و سلم. از این به بعد در زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از نبوت دیگر چیزی قابل ملاحظه علمای سیرت نوشته نکردند، جز این که در سن 35 سالگی داستان حکمیت در بین قبائل قریش است. قریش خواستند که مکه معظمه را دیواره های زمانی که حضرت اسماعیل علیه السلام جور کرده بود مندرس و کهنه شده بود. چندی پیش از او سیلی بنیان برکن آمده بود که همه جای مکه را گرفت، حتی که خانه کعبه را هم نزدیک بود که از بین ببرد، چیزی نمانده، اما خدا حفظش کرد. قریش تصمیم گرفت که خانه کعبه را جور کنند.
در اینجا اعلان کردن که ما خانه کعبه را جور میکنیم. اما دو قسم پول در این پذیرفته نمیشه. یکی پولی که از طریق زنا به دست آمده باشه. اونها قانون داشتن که کنیزای خود روان میکردن، سری کنیزای خود تجارت میکردن، چون یک عالم وحشت بود. به همین خاطر خدا پیامبر فرستاد که وحشت را به عدالت تبدیل بکن. و یکی پولی که از ربا و سود به دست آمده باشه، این رو گفتن قابل قبول نیست. پول پاکیزه، پول طیب، طاهر و پول حلال. زمانی که میخواستن برون خانه کعبه را ویران بکنن و از سر جور بکنن، کس جرأت نداشت که دست بزنه. چرا بارها دیده شده بود کسی که اندکترین تصمیم بر علیه خانه خدا میگرفت، یک کار بر علیه ازو میشد. مثل اصحاب فیل که 60,000 نفر لشکر ابرهه به خاک یکسان شد. در اینجا کسی به نام ولید ابن مغیره مخزومی کلنگ به دست گرفت، گفت که بار الها، ما تصمیمی بد نداریم، ما قصد بد نداریم، هدف ما از سر بنای کعبه است. ما کعبه را می سازیم چون دیواره هایش مندرس شد. روزی اول دیدن که ایرش بلایی نزد، ایچی نشد، کدام بلایی سرش نامد. روزی دوم همه مردم یک جا شدند و آمدند، تمام دیوار کعبه را برداشتند تا آخرین بنیادی که حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه الصلوات و تسلیمات جور کرده بود تا اونجا رسانیدند. بعد دیوارش را به قبایل تقسیم کردند، شرقی و غربی و شمالی و جنوبی. قبایل مکه معظمه، همه قبایل از قبیله قریش و کنانه و مزر و سعد و کی و کی و همه جمع شدن، کار تقسیم کردن و شروع کردن به دیوار. زمانی که ایره پلان گرفتن و سنجیدن که خرچشان و هزینیشان در برابر ابنا کم میشن. از این جهت از طرف شمالی خانه کعبه چیزی به نام حجر اسماعیل و حتیم جدا کردن. اگر نقشه کعبه را کسایی که رفتن خود رفتن همه چیز میفهمن، حتیم کجاست و هجر کجاست همه میفهمن. کسایی که رفتن، کسایی که نرفتن، شما اگر نقشه خانه کعبه را درست سیل کرده باشین، در پهلوی امو پهلوی شمالی است، یک دیواره که تقریبا در نقشه به نظر آدم یک متر یا چیزی بالاتر بیا و احتمال داره که 1.5 متر باشه. اینمی دیوار به نام حطیم یاد میشه و پیامبر خدا گفت که الحطیم من البیت. در زمان دیوار حضرت ابراهیمی علیه الصلوات و تسلیمات، این داخل خانه کعبه بود. اما قریش به خاطر کمبودی هزینهشان خانه کعبه را خرد کردند. از این کاستن یک چیزی که بناً هر حاجی که حج میکنه، علما میگن که واجب است که از ورای حطیم باید طواف کنه. کسی که خانه کعبه را طواف میکنه از ورای حطیم باید طواف کنه. اینی چهار ضلعی خانه کعبه است. اینی طرفش یک دیواره که دیگه است، نیم دیواره. اینو میره حطیم میگن، اینو جدا کردن. ها اینو جدا کردن، خلاصه دیواره به اندازه رسانیدن که حجر اسود باید در اونجا نهاده شود. این حجر اسود چیست؟ به طور اجمال میگم، خودش یک روز کامل میخواهد که در موردش صحبت شود. اما که میگم که در احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد که یاقوت من یواقیت الجنه، یاقوتی از یاقوت های جنت است. و پیرامونش بسیار مسائل دیگر هم هست. زمانی که جای گذاشتن حجر اسود رسید، اینمی جا هر قبیله میخواست که این افتخار به خود کمایی بکنه، قبول نداشتن. اما کسی که طرف سهمش بود او را هم قبول نداشتن. هر قبیله میخواست که این افتخار از آن خودش و از آن قبیله شد. بناهن به قبیله دیگر هیچ گونه احترام و هیچ گونه به اصطلاح رأی نداشت. کار معطل شد. یک روز، دو روز، سه روز، تا 5 روز کار معطل شد. بعد از 5 روز شخصی به نام ابی امیه ابن مغیره مخزومی، ابی امیه ابن مغیره مخزومی گفت
به من گفت شما یک شانس بدین، من یک فیصله میکنم، یک داوری میکنم. گفتن بگو. گفت هر کسی که اینمی صبح امروز یعنی ما و شما جمع هستیم، بعد از ما و شما هر کسی که از دروازه داخل شد امی صلاحیت را به امو میسپاریم. گفتن درست است. هر کسی که از دروازه داخل شد امی لحظه بعد از اینمی فیصله ما و شما صلاحیت از آنی او. الله متعال جل جلاله و عم نواله و اعظم شأنه خواست که اینمی افتخار برای حبیبش سرور دو عالم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. در همین لحظات جناب محمد رسول الله وارد مسجد الحرام و نزدیک خانه کعبه می ای وارد میشه. ای که وارد میشه همه میگوین او محمد است و او امین است. همه با یک صدا گفتند که ما قضاوت او را و داوری او را قبول داریم. مسئله بغرنج و خطرناک حکمیت و قضاوت و داوری در بین قومی چون قریش و مردمی چون اهل مکه گپ ساده نیست. بسیار عقل و دانش و درایت و فکر میخواهد که از این منجلاب بیرون بره. زمانی که محمد صلی الله علیه و سلم پیش رفت، نبی خدا را از ماجرا آگاه ساختند. گفتن قضیه چنین است، تو امروز داور و قاضی مکه هستی، در بین قبایل مکه تو باید فیصله کنی که حجر اسود را کی در جایش بگذاره. پیامبر صلی الله علیه و سلم بدون ای که مراجعه به کتاب بکنه و بدون ای که تأمل و فکر بکنه، بسیار سطحی و عادی گفت یک چادر بیاورید. یک چادر آوردن، حجر اسود را در چادر گذاشت، همه قبائل را، رؤسای تمام قبیله خرد کوچک را گفت بیای، کلش را دستش در چادر را گفت بلند کن. سر دیوار که بلند کرد، خودش حجر اسود را گرفت در جایش. همه پذیرفتند و قضیه بغرنج و مسئله خطرناک حتی با کشت و خون منجر می شد به همین فیصله شد. و و این یکی از در سن 35 سالگی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم امی مسئله متوجه حالشان شده بود و این مسئله به اصطلاح در سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم درج شد. پیامبر علیه الصلوات و تسلیمات عادت مبارکشان قبل از نبوت امی بود که گوشتی که نظر بت‌ها میشد از او نمی خورد. تمام مردم عرب و قریش و مکه بلات و منات و عزا سوگند می خوردن، اما هیچ چیز در نزد پیامبر خدا از لات و منات و عزا مبغوزتر نبود. سخت در برابر بت‌ها نفرین داشت و سخت از بت‌ها نفرت می کرد. الله جل جلاله از همون بدو طفولیت و آغاز جوانی شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم را همین طور تربیه کرده بود که آماده باشد فقط همین که وحی برش نازل شود و بس. دروغ نمی گفت، تهمت نمی کرد، اندیشه داشت و فکری عمیق. احیانا اگر چیزی را انتخاب می کرد سلیقه بسیار بلند در انتخاب داشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سیره مبارکشان نوشته شده، امام بخاری و سنن ابو داود و مراجع دیگر حدیث را آورده، گفتن که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ما همم تو، ما تصمیم نگرفتم هیچ زمانی با کاری که مردم میکنه، شراب نوشی و میخارگی و شب تیرکنهای بیمورد و موسیقی و رقص و آواز و چطور و چنان و ستاره شیطان هم سالون واری، این چیزا را هیچ ما خوش نداشتم، تصمیمم نگرفتم جز دو مرتبه. یک مرتبه گفت تصمیم گرفتم با یک اندوالم در فراز کو بودیم، اونجا هم در همون شب روز شبانی میکرد، البته موقتی بوده، و گفت امی اندیوال خود گفتم که تو بگی امی مال من امشب، من میرم امی مردم که امی پشتیم کارا میگردن من هم برم که چی کار است شب میخارگی کنو بعد
رقص کن و آواز خانی گوش کن و امثاله هم. گفت آمدم به اولین آبادی خانه کعبه که رسیدم، گفت یک آواز موسیقی به اصطلاح گوش می رسید. همین یا نشستم که دم خود راست کنم. از کسی پرسیدم این چی گپ است؟ این صدای چی است؟ گفت این محفل عروسی است از فلان مرد با فلان زن. مردم جمع شده، امروز رقص است و شراب است و ساعت دیری است. گفت خب. همین یا نشستم، گفت که دم خود راست کنم، الله متعال خواست که ایره از من مانع شد. خواب برم آمد، بیدار شدم که آفتاب در رخسار به اصطلاح درخشش میکنه و طلوعی آفتاب شد. یعنی نشد، الله مانع شد. اگر تصمیم میگرفت خدا مانعش میشد. یک مرتبه ای رقم داشت. مرتبه دیگه میگه باز همین قسم، همین قسم آمدم که شب با مردم تیر کنم، ولی آمدم خواب سرم غلبه کرد، در مسیری را خستم که آفتاب دمیده، آفتاب طلوع کرده. دیگر هیچ تصمیم نگرفتم که با کارهای بد و زشت تصمیم گرفته باشم. مرحله قبل نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم کاملا یک مرحله صاف، پاک، مقدس و منزه است که از او عادات و کرکترهای جاهلانه و خرافاتی که مردم انجام میدادن، نبی خدا صلی الله علیه و سلم در عصمت و معصومیت بسر بردن. تا همین نقطه 35 سالگی قضیه حکمیت قریش، چیزهایی که درباره قبل نبوت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نوشته کردن به همین جا به پایان میرسه. از این به بعد دیگر چیزی نداره. 35 سال چلش پوره میشه و وحی در غار حرا برش نازل میشه. این ان شاء الله در جمعه آینده پیگیری خواهد کرد. خداوند جل جلاله به همه ما و شما توفیق عمل نیک نصیب بفرماید. الله متعال خداوند دنیای اسلام را اتحاد اتفاق، وحدت و همبستگی نصیب بفرما. خدایا پروردگارا، هر کسی که برای رضای تو، برای پیشبرد دین و تدین کوشش میکنه و برای پیشبرد دین پروردگارا سعی میکنن، جد و جهد میورزن، در هر زمان و مکانی که هستن خدای اونها را موفق و سربلند بدار. خداوندا کسانی که بر علیه دین ما، میهن ما، وطن ما پلان دارن، توطیه دارن، خدای تمام دسایسشان را نقش بر آب بفرما. اله العالمین و پروردگارا، ما دست نیاز و تضرع و بندگی به دربار تو بلند کردیم. خدایا مردم افغانستان را از این بیش دیگر مورد ابتلا و آزمون خود قرار نده. خدایا ما اعتراف میکنیم که عاجز هستیم و توان ابتلای تو را نداریم. خدایا تو قدرت داری. پروردگارا صلح دائمی و ابدی، صلح سرمدی در پرتو قرآن و سنت پیامبرت، در پرتو قرآن و شریعتت، در پرتو تطبیق دینت به ما نصیب بفرما. به عزت لا اله الا الله محمد رسول الله. عزیز بحر دین مصطفی فکر کنیم، ای عزیز بحر دین مصطفی فکر کنیم، بحر وضع مسلمین بینوا فکر کنیم، بحر وضع مسلمین بینوا فکر کنیم، جای مهر دین و ایمان ها به دنیا در دل است، جای مهر دین و ایمان ها به دنیا در دل است، دین چه آسان می رود از قلب ما فکر کنیم، دین چه آسان می رود از قلب ما فکر کنیم، گشتم مسجد از جوانان مسلمانان تهی، گشتم مسجد از جوانان مسلمانان تهی، بهر آبادی مسجدها بیا فکر کنیم، بهر آبادی مسجدها بیا فکر کنیم، ای عزیزان بهر دین مصطفی فکر کنیم، ای عزیزان بهر
مؤسسه هنری پیمان فیلم، مرکز تولید فیلم ها و برنامه های اسلامی در افغانستان. انتشارات سید جمال الدین افغانی، مرکز فروش محصولات پیمان فیلم. دکتر محمد ایاز نیازی، استاد عبدالظاهر داعی، استاد عبدالسلام عابد، استاد نورالله کوثر، قاری مجیب الرحمن انصاری، شیخ محمد صالح پردل، مولوی عبدالعلی خیرشاهی، مولوی عبدالقاهر ابوالاسرار، مولوی ابو عبید الله متوکل. که تمامی این موضوعات را شما می توانید از مرکز فروشات ما، انتشارات سید جمال الدین افغانی، کارت 4، عروج کامپیوتر پلازا، منزل تحتانی، دکان شماره 4 به دست بیاورید.